درود بر همه شما که خدمتگزاران بشر هستید. امروز بشریت بیش از هر چیز نیاز به عفو و گذشت دارد و این اغماز باید از ناحیه موفور آنها صورت بگیرد، از ابرقدرت ها گرفته تا حکومت ها تا کسانی که بر انسان ها نوعی حاکمیت دارند. شما سعی میکنید که خیشتنداری را پاسداری کنید. اگر انسان در روابط اجتماعی خیشتندار باشه، بردبار باشه، به دیگری ظلم نمیکنه، به خودش هم ظلم نمیکنه. چون آدم وقتی که خشمگین میشه، هم خودش به هم میریزه، دچار مشکلات میشه، هم اینکه به دیگران آسیب میرسونه. اهداف شما عالی است، گرچه شما که زیر مجموعه عفو بین الملل هستید، ایثار گرانه از خود گذشته، بدون چشم داشت و طمع، بدون مواجب و حقوق، دلسوزانه بزرگوارانه کار میکنید، ولی متاسفانه رده های بالا حقوق بشر را از دید سیاست بین الملل نگاه میکنید. مافیای سیاست جهانی امتحانش رو پس داده، به فکر مردم نیستند، خودشون رو نگاه میکنن. نمونهش در جا به جای حکومت ها در دههای اخیر، یک حکومتی رو که براشون شاخ شده نابود میکنن، بعد حکومت بعدی میاد هم اونها رو بیشتر اذیت میکنه، هم ملتشون رو بیشتر آزار میده. وقتی که به وسیله حکومت‌های پایین دست یک فردی مورد آزار قرار میگیره در مباحث اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، باز نگاه میکنن ببینن این شخص آیا با معادلاتشون راه میاد، با اینکه در این تفکرات اشتباه کردن، اشتباهاتشون 40 سال قبل در حکومت ایران مشخص شد، مشاهده شد که اینها شاه رو برداشتن به حساب اینکه یک طیف بی دست و پایی سر کار بیان که اطلاعی از سیاست و کشورداری ندارن. بعد از چند ماه یا چند سال حکومت رو بگیرن، ولی اینجوری شد. هم به ملت فشار اومد خیلی، هم به کشورهای اطراف. بنده توی زندان که بودم اعلامیه که میدادم به عنوان مدعی حقوق بشر عمومی سخن میگفتم، مدعی العموم از سوی همه کسانی که به خاطر اعتقادات به زندان رفتن. ما در زندان کشیدیم آنچرا که الان در وجودم آشکار شده. یعنی اگر کسی میخواد ببیند که در زندانهای سیاسی ایران چه خبر است، باید من رو نگاه کند، بررسی کند. ولی چه در زندان بودم چه آمدم بیرون، هیچ گونه حمایت جدی و واقعی از ما نشد، در حالی که پرچمدار جدایی دیانت از سیاست بودم. در زندان الان نهضت فکری رو
برقرار کردم برای نفی تمام ادیانی که طی هزاران سال تحمیل عقاید بر ملل کردن و مردم رو مورد استثمار مذهبی قرار دادن. اونجا خدا می داند که ما چگونه مبارزه می کردیم و چگونه اطلاعی های خطرناک خود را به بیرون رد می کردیم، به گونه ای که یکیش که به دست اومد اونی که می برد بیرون رو که به یک نقطه نامعلومی بردن و سربنیز شد از زندانی ها بود و مرا هم که بردن، دادستان اون موقع جعفر قدیانی گفت این اعلامی هایی که تو میدی گروه های تروریستی که در بیرون با ما مبارزه میکنن اینجوری اعلان موضع نمیکنن، ولی فقط در حد اشباع اخبار بود در تلویزیون های سیاسی، همین اسم ما رو میبردن و همین، هم اخبارشون پر بشه هم یه وجاهتی از ما بگیرن، به وسیله ما مخبرین سیاسی اعتبار پیدا کردن. اگر ماها نبودیم کجا اینها که اسامیشون رو نمیخوام بیارم هم معروف میشدن هم پول به دست میوردن، که چند نمونهش رو خودم در جریان بودم، پولهای سنگین، در حالی که خانواده من اینجا متلاشی شده بود و خانم مصادره شده بود، جا نداشتن بخوابن و اموال مصادره شده بود، از زندان آمدن خانواده من بیرون، کفش نداشتن، اونها پولهای سنگین به نام من از جاهای مختلف میرفتن که همه اینا ثبت شده و من از این ناراحت نیستم، از اینکه چرا باید حقوق بشر دستاویز بازیهای سیاسی بشه، چرا باید انسان مظلوم بیچاره وقتی صداش در میاد رو اعتراض به حکومت به جایی که ازش حمایت کنن پل میسازن ازش عبور میکنن. الان من که بیرون هستم ادامه همون زندان رو دارم سپری میکنم، یعنی در 12 سالی است که ادامه زندانه در حصر منزل هستم، امکان درمان ندارم به خاطر اینکه اموال مرا مصادره کردن، بعد بیرون که آمدم یه عده‌ای که دستشون به من نمیرسید تا برای معالجات من اقدام کنند، یه عده‌ای که میرسید دادن من دلم نمیومد خرج خودم کنم، چون طیف محرومین و مظلومین کشور رو میدیدم خرج اونها میکردم. الان من از سیاست کنار اومدم، غیر از این فشاری که بر من هست که خانم در حصار دوربین ها و لباس شخصی هاست و تلفن و موبایلم تحت کنترله، غیر از اینها بی انگیزه شدم. شما صدای مرا برسانید به مسئولین دفاع از حقوق بشر در سازمان ملل، در جاهای دیگه، بگید شماها با این روشتون باعث می شوید که بزرگان سیاست دلزده بشوند، بی انگیزه بشوند و ناامید بشوند و کنار بروند. الان من قدرتی دارم که می توانم به اعلامیه، به چند تا سخنرانی جا به جایی در کشور ایجاد کنم.
خود حکومت رو هم این رو میدونه چون با هزار قل و زنجیر مرا فرستادن بیرون، ولی نمیکنم، از صمیم دل نمیکنم، چون جز خیانت به آرمان بشریت از ناحیه خارج نشینان چیزی ندیدم. بزرگ و کوچکشون همشون در فکر منافع خودشون هستن، سبک سنگین میکنن، بزرگ کوچیک میکنن، توزیین میکنن، ببینن که بروجردی باج میدهد یا نه. من باج میدم نه به اونها، نه به حکومت ایران باج دادم، که اگر میدادم الان حال روزم خیلی خوب بود، چون اونها به من گفتن تو استعدادت در جمع آوری مردم زیاده، با ما همکاری کن در عالی ترین موقعیت. ولی استفاده نمی کنم از مسائل و وجودم رو نفرت نسبت به تمام آنهایی که تاریخ نامشون رو ثبت کرد که برایشون انسانیت مهم نبود، مطرح نبود و فقط میخواستن که از آب گلالود ماهی بگیرن. و علت این که ملت ایران امروز قیام نمی کند که در بدترین شرایط اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی قرار دارد همینه. اینجور نیست که حکومت ایران زورش زیاده. ببینید از حکومت ایران قوی تر اتحاد جماهیری سوسیالیستی شوروی بود که 35 سال قبل فرو پاشید بر قدرت بزرگ جهان. اینجور نیست که حکومت قوی است مردم خفن، نه، مردم انگیزه ندارن، مثل منن. ملت ایران آخر خط رو نگاه کردن، دوباره یکی دیگه میخواد بیاد سر کار، مثل همینا. بعد هم میبینن که اینها با من، با مثل من چه کردن. میدانن که اینها وقتی که بیان دوباره سفره‌های جدید برای خودشون میخوان بیندازن و استفاده های شخصی کنن. در هر حال من از زحمات شما تقدیر میکنم و هر جا هستید، در هر کشوری هستید از بنده دفاع میکنید، من این دفاع رو به حساب خودم نمیگذارم، آن را به حساب دفاع از شخصی میگذارم که خودش رو فدای اعتقادات راسخ کرده و قربانی استبداد دینی شده و الان هم من از عقاید گذشتم برگشتم که قبلا خواستار جدای دیانت از سیاست بودم. الان اصلا نه سیاست رو سیاست میدونم، نه دیانت رو دیانت میدونم، یعنی هر دو رو تعطیل میدونم، با توجه به اینکه هر دو امتحانشون رو پس دادن. نه ادیان و مذاهب مردم رو به خدا رسوندن و فقط به دنبال جیب خودشون هستن. شریعت مداران، دینداران فقط میخواهن که به نام دین، به نام خدا سفره ها رو پهن کنن و خودشون رو آباد کنن. و همچنین سیاست، سیاست هم امروز موریان خورده شده، سوراخ سوراخ شده. این سیاست ها به درد ملت ها نمیخوره. شما رو به آن نیت پاکی که در وجودتون هست و اون باعث شده است که آستین ها رو بالا بزنید و خدمت کنید به بشریت، قسم میدهم که در هر جا توانستید صدای مرا که به وسیله دوست و دشمن خفه شده در داخل که خفقان مطلق هست در عقاید و افکار من، در بیرونم که داستان همینه. سیاسیون سعی در انزوای کامل من دارن. صدای مرا، عقاید مرا، حرف مرا برسانید. خیلی ممنون.